جمشید که 300 سال همه جوره برای مردم سنگ تمام گذاشته بود، کم کم دوچار غرور میشه و به جایی میرسه که خودشو خدای مردم میدونه. البته بالاخره منم 300 سال این کارو کنم شاخ میشم دیگه. خلاصه که طبیعیه. بزرگان و فرماندهان با شنیدن خزعبلات جمشید از ترس سرشونو میندازن پایین، ولی زیر لب فوشهای ناجور میدن. دیگه کم کم پادشاهی باشکوهش تبدیل به حکومت پر از آشوب میشه و داستان به کل عوض میشه. تو همون زمانه تو دشت نیزه‌وران یه حاکمی بوده به نام مرداس. این آقا به عدل و داد و بخشش و ایمان معروف بود. هزاران رس اسب و گاو و خر و شتر از اینا داشت. مرداس یه پسری داره که معروف و همتون میشناسید، ضحاک، که بیوراسم بهش میگن. شیطون که کارش گول زدنه میاد سراغ ضحاک و اونم یه گول مجلسی خوشگل میخوره. اما چه گولی. شیطون میگه من تو رو به جاهای بزرگ میرسونم، ولی باید کارهایی که میگم بکنی. اینم خوشش میاد، همون اول کار نمیذاره نه بر میداره، میگه بابا تو بکش. خلاصه که با پیشنهاد شیطون یه چاله سر راه باباش میکنه و کلی نیزه میریزه تنگش. بابایی که میرسه زارت میفته تو چاله و دردم اسرائیل ماچش میکنه. فردوسی میاد اینجا میگه طبیعی نیست یه نفر به همین راحتی باباشو بکشه، حتی اگه بدذات و پلید باشه، مگه اینکه از سمت مادرش یه مشکلی داشته باشه. من بابت این حرف جناب فردوسی از شما پوزش میخوام. یکم سر مرگ مرداس ناراحت بوده. ضحاک میشه شاه دشت نیزه‌وران. شیطونم که حوصله‌اش سر رفته بوده این دفعه به شکل یه آشپز ماهر میاد خدمت ضحاک و براش غذاهای خوشمزه درست میکنه. ضحاک هم حسابی عاشقش میشه. بعد یه مدت ضحاک میگه اگه درخواستی خواهشی تمنای چیزی داری بگو. آشپز یا همون شیطونم میگه هیچی، فقط یه ماچ عدد و شونت بهم بده. ضحاک هم میگه اینکه چیزی نیست، بفرما. خلاصه ماچ کردن همانا و دوتا مار از شونه آقا زدن بیرون همون. شیطون غیب میشه و ضحاک میمونه با دوتا مار گرسنه. هر چینا رو با شمشیر میبرن باز در میاد. شیطون این دفعه به شکل یه پزشک میاد و میگه های ضحاک، اگه میخوای اینا اذیتت نکنن و آروم باشن، باید مغز دوتا جوون هر روز بدی بخورن. ضحاک هم شروع میکنه به کشتن جوونا برای خوراک مارهاش. این سابسکرایب و زنگوله رو بزنید تا ادامه داستان جمشید با خبر بشید.